سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حال این روزهاتون عالی عالی باشه. امروز هم همراه شما هستیم با ریپینکی و موسیقی‌های جادوییش و ملیکا با اخبار سینمایی و پاپارتسی و حاشیه‌هاش و همچنین وحیدو داریم با یه غذای خوشمزه‌ای که حسابی سورپرایزتون می‌کنه. امروز روز بسیار بزرگه، یعنی برای دنیا و مخصوصا ما ایرانی ها روز خاصیه. سال 1328 توی دره پازیریک ابتدای رشته کوههای آلتای روسیه قالی پازیریک پیدا شد. علت سالم بودنش هم این بوده که توی یه گور یخ زده بوده و قالی پازیریک یه قالی پشمی بود که با رنگهای زنده جلوه‌گری میکرد. چارگوش و تقریبا مربعی شکل بوده. نقش و نگارهای روش هم تصاویری از سوارکاران و آهوهایی که در حال چرا هستن و جانورهای افسانه‌ای که با سر عقاب و بدن شیر در حقیقت طراحی می‌شدن در اون موقع و حاشیه اون هم با گل‌های ظریف و گلدار کار شده بوده. کاشف این قالیچه بعد از بررسی ساختار فرش و نقش و نگارش متوجه شباهت زیادی بین این نقش‌ها با نقش‌های برجسته تخت جمشید میشه. پژوهشگران زیادی هم روی این فرش کار کردن و اون رو از دست بافت‌های فرش مات‌ها میدونستن و همینطور پارت‌ها. ولی خب هنوز کشور بافنده این قالیچه به طور رسمی معلوم نشده و در ضمن که این قالیچه بسیار هم پرقدمت هستش. حدس و گمان ما همه سمت کشور خودمون ایرانه. البته با توجه به نقش و نگارهای قالی پازیریک، تاریخ فرش بافی در ایران قدمتی حدود 3000 سال داره. این فرش با ارزش الان توی موزه آرمیتاژ در شهر سن پترزبورگ نگهداری میشه. امروز هم روز جهانی صنایع دستیه و در کشورمون همزمان با این روز روز ملی فرش ایرانی هم هست. هنر و محصولی که تمام یا بخشی از مراحل ساختش با دستان یک هنرمند انجام بشه، به شرطی که توی طراحیش از فرهنگ بومی و هنرهای اقلیمی استفاده کرده باشه، صنایع دستیه. صنایع دستی یکی از مهمترین عامل‌های پیوند دهنده میون فرهنگ و اقتصاد و هنره. این صنعت ناب که از نیاکان به نسل‌های بعد ارث رسیده، بیانگر هنر و ذوق مردم هر کشوره. در سراسر تاریخ ایران در کنار دیگر کشورهایی مثل چین و هند به عنوان اصلی ترین مراکز صنایع دستی شناخته میشه. از جمله صنایع دستی برتر کشور ایران که در سطح بین الملل مورد توجه قرار گرفته، فرش دستبافه که بنیه فرهنگی و هنری ایران در جهانه. رمز و راز فرش ایرانی چیه؟ چرا میونه این همه صنایع دستی که ما داریم فرش ایرانی اینقدر همه جای دنیا مشهور شده؟ چه زمانی، چه کسانی برای اولین بار تونستن با دستاشون یه فرش ببافن؟ توی بخشای بعدی برنامه دقیقاً می‌خوایم با هم در مورد این صنایع دستی مهم ایرانی صحبت کنیم. حالا نمی‌خوام اصلا شما رو کوچکترین معطلی براتون داشته باشم. میخوام سری بریم سراغ بخش خوشمزمون، آشپزی، و ببینیم که وحید برامون چی میپزه. عرض سلام دارم خدمت بینندگان محترم و عزیز برنامه این روزها. امروز با یک آشپزی خیلی لذیذ در خدمت شما هستم. یه غذایی که فکر می‌کنم کمتر جایی دیده باشین، یک نوع تهچینیه که بسیار لذیذ و خوشمزه است. پیشنهاد می‌کنم بهتون حتما اینو درست کنین و ازش لذت ببرین. مواد اولیه این تهچین برنج آبکش شده که من بهش شیرید زدم، گوشت گوسفندی استخوندار، حالا میتونه گردن گوسفند باشه، میتونه از قسمت رونش باشه، چند تا دونه آلو، سیر برای ته تهچین، سیب زمینی و کره.
ما گوشت رو از قبل با یه مقدار نمک و فلفل و ادویه اینو تمدارش میکنیم، گوشت به صورت خام میمونه. حالا عرض میکنم خدمتتون که چجور ما اینو باید درستش کنیم. خب من به خاطر که کره آب بشه، یک تیکه کره تو این قابلمه کوچیک انداختم و یک مقدار خیلی کم روغن بهش اضافه میکنم. سیب زمینی ها رو ته این میچینم به تعدادی که جا بشه. این غذا خیلی خوشمزه است، حتما پیشنهاد میکنم که اینو درستش کنید. بعد این برنج آبکش شده که با شیرید مخلوط شده رو من یک مقدار روی این سیب زمینی میریزم، تقریبا نصف برنج رو. اینو خوب پخشش میکنیم. حالا گوشت رو به همین صورت، این گوشت نمیخواد آب پز بشه، نه سرخ بشه، نه هیچ. حالا بعدش که پختشه میبینیم چقدر لذیذ و خوشمزه است. گوشت رو به این صورت میذاریم لای برنج. این آلوها رو حالا سلیقه‌ایه ولی خیلی خوشمزه میشه. دو سه تا برش سیر باز اینم سلیقه‌ایه. و بقیه برنج رو روش میریزم. بعد این مرحله باید شما در این قابلمه رو، حالا اگه در فلزی داره یا به وسیله فویل آلومینیومی، خوب کیپش کنین و در دمای 175 درجه فر به مدت 1.5 ساعت بذارین داخل فر بمونه. بعد از 1.5 ساعت اینو درش بیارین و وقتی که به این صورت شد، در اینو به وسیله یک فویل میبندیم و میذاریم داخل فر تا آماده بشه. خب عزیزان، این تهچینمون که در دمای 175 درجه فر به مدت 1.5 ساعت گذاشتیم بمونه الان حاضره و میتونین ببینین که تمام گوشتش پخته و میتونین نوش جانش کنین. خب اینم برنامه امروزمون بود. بریم ببینیم الهه جان برامون چی داره. تا برنامه بعد شما رو به خدا میسپارم. مرسی وحید جان، عجب غذایی، به به، حتما بعد برنامه برای منم باید نگه دارین که بخورم. عالیه، من عاشق تهچین گوشتم. مطمئنم که شما هم میپزین و خوشتون میاد. گزنفون اسم یه تاریخ نگار یونانیه. ایشون یه کتاب دارن به اسم سیرت کوروش که در سالهای 330 تا 345 قبل از میلاد نوشته شده. توی یکی از سطرهای این کتاب نوشته که ایرانیان برای اینکه بسترشان نرم باشد قالیچه زیر بستر می‌گسترند. میخوام بهتون از قدمت فرش ایرانی بگم. حتی توی سالنامه سویسو چینی هم که زمانش برای عهد ساسانیه، از قالی پشمی ایران به عنوان کالای وارداتی چین نام می بردن. این وسط یه سری هم قصد دارن که تاریخ فرش بافی رو به قبایل ترک و آسیای مرکزی ربط بدن، ولی خب با پیدا شدن قالی پازریک این ادعا کاملا باطله. اما طبق اسناد موجود، آغاز بافت فرش کلاسیک ایرانی برمیگرده به دوره صفویه. توی شهرهای اصفهان، تبریز، کاشان، هرات، کرمان، مشهد این هنر توسعه پیدا میکنه و طرح‌های ترنج در وسط قالی و لچک در کناره‌های قالی رایج میشه. صادرات قالی ایران هم از زمان فتح‌علی شاه شروع میشه و در زمان ناصرالدین شاه ایران تبدیل به بزرگترین صادرکننده فرش دستباف میشه. باید بدونیم که این ترنج و لچک ویژگی منحصر به فرد قالیامونه. اگه قالی رو یک مثلث کامل در نظر بگیریمش، محل تقاطع قطرهای این مستطیل محل قرارگیری نقش ترنج روی قالیه. لچک هم همونطوری که گفتم در گوشه های این مستطیل قرار داره.
تحلیل فلسفی کردن برای محل قرار گرفتن تورنج. اونو مثل خورشید توی آسمان میدونن، یا بعضی ها اون رو مثل حوض وسط گلستان میدونن. تورنج ها طبق هنر فرش بافی دو دسته کلی هستن. تورنج های پیوسته علاوه بر قرارگیری در کنار یکدیگر به همدیگه وصل هستن. تورنج های سراسری تک تورنجی هم هستن که بخش بزرگی از طرح قالی رو در حقیقت تشکیل میده. لچک هم دو تا نوع کلی داره کلن، پیوسته و ناپیوسته. پیوسته در حاشیه فرش ادامه پیدا میکنه و ناپیوسته یعنی اینکه لچک ها هیچ گونه ارتباطی با هم ندارن و به صورت حالا پراکنده هستن. اگه موافق باشین بریم با هم دیگه یه ویدیو که بچه ها از کارگاه‌های قالی بافی ایرانی آماده کردن رو با هم دیگه ببینیم و برگردیم تا ادامه بدیم. چقدر قشنگ بود این تصاویر و واقعا هنر ایرانی بی‌نظیره. خب وقت ملیکاست، بریم ببینیم که چه اخبار سینمایی و پاپارسی برمون این دفعه تهیه دیده و این روزها چی میگذره در این دنیا. سلام به همه شما عزیزان، امیدوارم که امروز هم حالتون خوبه خوب باشه. میخوام سریع برم سراغ خبرهای پاپاراسیمون که امروز حسابی داغه. جشنواره فیلم کن در حالی تموم شد که خانم زر امیر ابراهیمی جایزه بهترین بازیگر زن این جشنواره رو به خاطر فیلم عنکبوت مقدس گرفتن. اما این جایزه کلی حواشی هم براشون داشته. از ریاکشنایی که هنرمندهای داخلی و خارجی به ایشون نشون دادن بگیرین تا انتقادهایی که به ایشون شد. شهاب حسینی که خودش در یکی از دوره‌های همین جشنواره برنده جایزه بهترین بازیگر مرد شده بود، گفت تبریک میگم فقط به خودت، اما فیلمت مورد علاقه من نبود. آقای احسان علی خانی هم که در حمایت از زر امیر ابراهیمی یه استوری گذاشت، اما وقتی تیزر این فیلم پخش شد و گفتن که عنکبوت مقدس به امام رضا توهین کرده، فوری استوریش رو پاک کرد و یه استوری درباره امام رضا نوشت و گذاشت. جانی دپ بالاخره برنده دادگاه شدش. چند وقت پیش آمبر هرد همسر سابق جانی دپ ازش شکایت کرده بود به خاطر خشونت خونگی و اون رو به دادگاه کشونده بود که با هم دیگه هم خیلی خبراشون رو دنبال کردیم، اما رأی نهایی این دادگاه به نفع آقای جانی دپ صادر شد بالاخره و ایشون برنده دادگاه شدن.
خانم آمبر هرد نیز به پرداخت غرامت 15 میلیون دلاری هم به خاطر بدنام کردن همسر سابقش محکوم شد. این در حالی بود که خود جانی دپ درخواست 50 میلیون غرامت کرده بود. البته حالا جانی دپ بعد از پیروزی توی این دادگاه توی یک بیانیه گفت هیئت منصفه بعد از 6 سال زندگیم رو به من برگردوندن. بهترین ها هنوز در راهند. بالاخره فصل جدیدی آغاز شد. حقیقت هرگز از بین نمیره. آمبر هرد هم بعد از رأی دادگاه گفتش ناامیدی که امروز احساس میکنم فراتر از کلماته. دلم شکسته. در پایان هم اشاره کرد من ناراحتم که این پرونده رو از دست دادم. اما غمگین تر هم هستم چون فکر میکردم حقی رو به عنوان یک آمریکایی دارم تا آزادانه و آشکارا صحبت کنم. محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه جلسه هفته گذشته در هیئت دولت در جمع خبرنگاران علیه فیلم عنکبوت مقدس اظهار کردش که این فیلم در خارج از کشور تولید شده و عوامل اصلی این فیلم هم در خارج از کشور هستند و هیچ مجوزی از ایران نداشته و حتما اگه عناصری در ایران با این فیلم همکاری کرده باشن مشمول مجازات سازمانی سینمایی میشن. آقای اسماعیلی همینطور در خصوص اکران فیلم برادران لیلا هم نیز یادآور شدن که طبق قانون فیلم هایی که به جشنواره خارجی میرن باید مجوز اکران داشته باشن. این فیلم قانون رو رعایت نکرده و در جشنواره کن اکران شده. به هر حال این فیلم قانون رو رعایت نکرده. ما چه کنیم؟ طبق روال قانونی انشالله عمل میشه. مبارکه. بده یه ماسش بکنم نه به یه قشنگم. صورت بچه رو نمیبوسن که. این که پسر نیست. اینه هاش بابا جلو چشته. پشره بازش نمیکنه ببینم. سرما میخوره بابا. با شروع همه‌گیری کرونا جرایم علیه آسیایی‌های مقیم آمریکا افزایش شدیدی داشته. به خاطر همین هم اعضای گروه BTS از کره جنوبی به منظور ملاقات با جو بایدن به کاخ سفید رفتن تا درباره این افزایش جرایم گفتگو کنند. شوگا رپر کره‌ای و یکی از اعضای این گروه گفتش که متفاوت بودن هیچ اشکالی نداره. برابری هنگامی آغاز میشه که ذهن‌های ما رو باز کنیم و تفاوت‌های ما را بپذیریم. ماجیمنگ ناریمیدا. چوینن AANHPI کامیونیتی와 뜻을 함께하고 기념하기 위해 오늘 백악관에 왔습니다. ممنون که تا اینجای برنامه با من همراه بودین. امیدوارم که لذت برده باشین. امروزم بریم در ادامه با الهه عزیزم. مرسی ملیکا جون، مثل همیشه اخبارای جذاب برامون تهیه کردی. واقعا ممنونم ازت.
به بخش پایانی برنامه رسیدیم. مرسی از اینکه تا اینجای برنامه با ما همراه بودین. روز جهانی صنایع دستی و فرش دستباف ایرانیه. دست و پنجه تک تک شما عزیزانی که ساعت‌ها توی کارگاه‌های کوچیک و بزرگ زحمت کشیدیم و آثار و صنایع دستی خوشگلی رو برای ما تولید کردیم و البته موندگار درد نکنه. چند سال پیش هم توی آمریکا یه نمایشگاه از صنایع دستی برگزار شد که کشورمون توی این نمایشگاه 26 تا قرفه داشت و کلی هم آثار صنایع دستی ایرانی ازش استقبال شده بود. با هم بریم چند تا عکس از این نمایشگاه رو ببینیم و یکم کیف کنیم. سالها و مخصوصاً بعد از پاندمی کرونا که بازار کسب و کارهای اینترنتی حسابی داغ شد، خیلی از شما صنعتگرهای خوب کشورمون صنایع دستی خودتون رو از طریق پلتفرم‌های مختلفی به نمایش می‌ذارید و از این راه کسب درآمد می‌کنید. البته مهمتر از همه این که ما آثار شما رو می‌تونیم ببینیم و کلی هم کیف کنیم. اما جدی گاهی آدم دلش میخواد بره تو بازار رو از نزدیک شاهد هنرنمایی دست‌های صنعتگرها باشه. صداهایی مثل چکش زدن خاتمکاری، صدای شونه زدن به دار قالی، حتی دیدن پیرزنی که یه گوشه نشسته و داره یه حصیر میبافه، واقعا روح آدم رو تازه میکنه. در واقع خصلت صنایع دستی اینه، چون هنرمندش روح خودش رو توی اون چیزی که داره خلق میکنه میدمه. به پایان برنامه این روزها رسیدیم و امیدوارم که شما لذت برده باشین از این برنامه و پای برنامه خودتون کیف کرده باشین. تا روز دیگه و یه این روزهای دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون باشه. Thank you.